برندگان امسال نشست سالانه خلاقیت در زمینه آموزش موسوم به وایز معرفی شدند. این همایش از سال 2009 میلادی به منظور پیشبرد پروژه‌های آموزشی برگزار می‌شود. پروژه‌های آموزشی از کشورهای دانمارک و ایالات متحده آمریکا و صندوق حمایت از کودکان کامبوج جزو برندگان بودند. همچنین دو پروژه از کشور هند و بنگلادش توانستند در این نشست دو روزه که 25 آبان به پایان می‌رسد جایزه 20000 دلاری را از آن خود کنند. محمد رضوان طراح پروژه مدارس شناور با انرژی خورشیدی که در بنگلادش اجرا شده است میگوید طرح ما بالقوه میتواند در شرایط مختلف اجرا شود. در مکانهای دورافتاده آسیب پذیر در برابر سیل و حتی در کشورهایی که به طور مرتب در معرض سیل هستند. از این رو امکان دسترسی منظم به آموزش را فراهم میکند. پروژه شبکه کریستوری در سال 1996 در ایالات متحده آمریکا آغاز شد و هدف آن کمک به دانش آموزان کم درآمد است. جوزف پارکر بنیانگذار این طرح میگوید به نظرم یکی از ناشایست‌ترین چیزها هدر رفتن سرمایه هوش و استعدادهای کودکان خانواده‌های فقیر است. شما می توانید در این کودکان انگیزه ایجاد کرده و استعدادهای ذاتی آنها را شکوفا کنید. به این ترتیب آنها در دوران بزرگسالی افرادی مبتکر خواهند بود و این چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد. As they grow into adulthood, and that's really what the world needs.